به نام خداوند. سلام به همه دانشپژوهان فارسی زبان، مخصوصا اونهایی که در خارج از ایران دارن این ویدیوها رو تماشا میکنن. این جلسه میخوام ادامه بدم حل معادله درجه دو رو با روش مربع کامل، یعنی میخوایم معادله درجه دو رو یه پله بریم جلوتر و با استفاده از اتحادها، البته به صورت غیر مستقیم، حل کنیم و به این ترتیب که هر معادله درجه دویی که مربع کامل نیست خودش، اما ما مربع کامل میکنیم و از این روش استفاده میکنیم برای حل معادله درجه دو. بریم ببینیم که این روش به چه صورتی هست. روش مربع کامل بنیادن از این قسمت میاد، یعنی از اتحاد معادله در واقع مربع دو جمله ای که داشتیم A به اضافه B به توان دو میشد A دو به اضافه B دو به اضافه دو AB، یا اگر منها داشت میشد A دو به اضافه B دو منهای دو AB. حالا ما برعکس میخواییم عمل کنیم، یعنی A دو مثبت و منفی دو AB به اضافه B دو رو داریم و میخواییم چکار بکنیم؟ برسیم به اینکه A به اضافه B یا A منهای B به توان دو. یک مثال رو با هم دیگه بررسی میکنه. میگه معادله درجه دوم 2x2 به اضافه 3x منهای 5 را حل کنید. این معادله رو داده. این معادله به هیچ در واقع سیاقی به صورت مربع کامل نیست، به صورت اتحادها نیست. برای حلش چیکار میکنیم؟ میایم این کارو میکنیم. ابتدا قرینه عدد ثابت معادله، یعنی این منهای 5 رو به دو طرف اضافه میکنیم. اینجا که منهای 5 داره به دو طرف چی اضافه میکنیم؟ مثبت 5 رو اضافه میکنیم. اضافه میکنیم به این ترتیب در میاد 2x2 به اضافه 3x مساویه با در واقع 5. خب میگه اگر ضریب x2 مخالف 1 باشد دو طرف معادله را به ضریب x2 تقسیم میکنیم. بنابراین در معادله بالا، در این معادله دو طرف را به چی تقسیم میکنیم؟ به عدد 2 تقسیم میکنیم. تقسیم میکنیم به این ترتیب به دست میاد، میشه 2x2 بر روی 2، 3x بر روی 2، 5 هم به روی 2. 2x2 بر روی 2 میشه چی؟ میشه x2. 3x بر روی 2 میشه چی؟ میشه 3 دومه x، اون طرف هم که 5 دومه. حالا چی رخ میده؟ به این ترتیب خواهیم داشت. میگه در عبارت 3 دومه x با در نظر گرفتن اتحاد مربع دو جمله‌ای برای ایجاد جمله دو آبه، 3 دومه x رو باید چکار بکنیم؟ به صورت دو آبه در بیاریم. برای اینکه به صورت دو آبه در بیاریم میایم این کارو میکنیم، هم یه دونه ضرب میکنیم هم یه دونه تقسیم برای دو میکنیم به این ترتیب. یعنی 3 دوم x رو مینویسیم 2 در 1 دوم. این 2 در 1 دوم به خاطر اینکه مقدار معادله یا مقدار عبارت عوض نشه، یعنی یه دونه بهش قرض میدیم همزمان ازش میگیریم. اما این کار باعث میشه که معادله ما شبیه اتحاد مربع دو جمله ای بشه، یعنی میشه 2 آ ب، یعنی این آ این هم بی، بنابراین میشه 2 در 3/4 ایکس. حالا ادامه. سپس مربع عدد 3/4، یعنی این عددی که ضریب ایکس هست، این به عنوان آ خونده میشه یا بی خونده میشه، به دو طرف تساوی اضافه میکنیم. یعنی مربع وقتی میگه بچه‌ها میشه چی؟ 3/4 به توان 2. اینو به دو طرف تساوی 2 اضافه میکنه، به همون تساویی که داشتیم اضافه کرد، میشه x2 به اضافه 3/2 x به اضافه 3/4 به توان 2، که اگر ساده سازی کنیم به این ترتیب در میاد، میشه x2 به اضافه 3/2 x به اضافه 3/4 به توان 2 که سمت چپ من میشه شبیه معادله درجه دو، شبیه عبارت درجه دو، مربع دو جمله‌ای میشه. این میشه آ2
به اضافه دو آبی به اضافه بی دو، که الان کل عبارت سمت چپ من در میاد x به اضافه 3 چهارم به توان 2. حالا این که رخ داد در واقع سمت چپ من شد یه مربع کامل. به این کار میگن مربع کامل انجام دادن. x به اضافه 3 چهارم به توان 2 برابر میشه با چی؟ 5 دوم به اضافه 9 شونزدهم، یعنی همون اعدادی که اضافه کرده بودیم به طرفین. خب 5 دوم به اضافه 9 16 مخرج مشترک میگیریم، مخرج مشترک 16 8 5 تا 40 تا به اضافه 9 49 و مخرج مشترک 16 49 16 هم. حالا قبلا دیده بودیم که میایم اینجا چیکار میکنیم، از دو طرف به عبارتی جذر میگیریم، یعنی میایم از دو طرف این جذر که بگیریم چه اتفاقی میفته. ببینید اینو پاک کنم براتون، این شکلی میشه. از دو طرف این جذر میگیریم. خب چی میشه؟ میشه x به اضافه 3 چهارم مساوی با مثبت و منفی 7 چهارم. خب این 3 چهارم رو میاریم سمت مثبت و منفی 7 چهارم. 3 چهارم وقتی میاد سمت راست چه اتفاقی میفته؟ علامتش عوض میشه، میشه منهای 3 چهارم. x منهای 3 چهارم به اضافه 7 چهارم، یه بار با مثبت 7 چهارم میریم، یه بار با منفی 7 چهارم میریم. و اتفاقی که میفته اینه که دو تا ریشه به ما میده، یه دونه x مساوی 1 و یه دونه x مساوی منفی 5 دوم. به این ترتیب ما تونستیم معادله درجه دوممون رو با روش مربع کامل حل بکنیم. بریم برای تمرین های بیشتر و مثال های جالب تری که پیش رومون هست. در اینجا کار در کلاسی داریم که توی کتاب گفته شده که میخوایم با روش مسابقه این کار در کلاس رو با همدیگه حل بکنیم. به این ترتیب میگه با محاسبه مجموع زمان طی کردن پله های زیر برای مراحل حل معادله درجه دو در چند ثانیه میتوانید به بالای پله برسید. بهترین نتیجه به دست آمده در کلاس چند ثانیه با عملکرد شما اختلاف دارد. حالا شماها توی خونه نشستین و قاعدتاً کسی رو نیستش که باهاش مسابقه بدید. بنابراین خودتون با خودتون مسابقه بدید. یعنی هر بار زمان بگیرید ببینید که معادله جدید رو در چند ثانیه حل میکنه. بریم پله ها رو با هم دیگه ببینیم. تمرین قبل از مسابقه. یه معادله درجه دو داده اینجا شماره یک، که گفته 2x2 منهای 6x منهای 1 مساوی با 0. برای حل این میومدیم چیکار میکردیم بچه ها؟ به این ترتیب عمل میکردیم. یه دونه 1 به طرفینش اضافه میکردیم. میشد چی؟ من براتون اینو بنویسم. یه دونه 1 به طرفین این اضافه میکردیم. میشد 2x2 منهای 6x مساوی با 1. خب حالا چی کار میکردیم؟ همه رو تقسیم بر 2 میکردیم، طرفین رو تقسیم بر 2 میکنیم، میشه x2 منهای 3x مساوی با 1 دوم. چه اتفاق دیگه باید بیفته؟ باید سمت چپ شبیه اتحاد مربع دو جمله‌ای بشه. خب میایم چی کار میکنیم؟ این 3x مون رو به صورت اتحاد در میاریم، یعنی میایم این 3x مون رو به صورت دو آبه در میاریم. 3x مساوی با 2 در 1 دوم در 3x. قرارمون اینجوری بود دیگه، میومدیم میگفتیم 2 در 1 دوم در 3x. حالا این دو تا عدد رو ما هم دیگه میگیریم، اینو میگیریم 3 دوم، این x مون هم تنها میگیریم. چرا x مون رو تنها میگیریم؟ چون مربعش اینجا وجود داره اما 3 دومه هنوز ظاهر نشده. پس میایم چیکار میکنیم؟
میایم می نویسیم x2 منهای 2 در 3 دوم x مساوی 1 دوم. حالا قرار بود چیکار بکنیم؟ باید این کار رو می کردیم که به دو طرف مربع این 3 دومه رو اضافه کنیم، یعنی 3 دوم به توان 2 رو باید به دو طرفمون اضافه بکنیم که 9 چهارم هست. میایم یه 9 چهارم به طرف اینش اضافه میکنیم. در اینجا می بینید 9 چهارم که اضافه شد، اتفاقی که میفته سمت چپ تبدیل میشه به x منهای 3 دوم به توان 2 مساوی 11 چهارم، که 11 چهارم مال سمت راسته، یعنی مخرج مشترک گرفتیم و 11 چهارم رو سمت راست به دست آوردیم. حالا میمونه مرحله آخرمون، یعنی چی؟ از دو طرف باید جذر بگیریم. از دو طرف که جذر میگیرم، یعنی مینویسم رادیکال x منهای 3 دوم به توان 2 مساوی با رادیکال 11 چهارم. چه نتیجه‌ای به ما میده؟ میگه x منهای 3 دوم مساوی با مثبت و منفی رادیکال 11 چهارم. رادیکال 11 چهارم چهارش میاد بیرون میشه 2، میشه رادیکال 11 به روی 2، پس میشه مثبت و منفی رادیکال 11 به روی 2. حالا این 3 دومی که سمت چپ داریم رو باید ببریم سمت راست، یه بار با مثبتش جمع میکنیم، یه بار با منفیش جمع میکنیم و دو تا جواب به دست میاد. بریم برای بعدی. خود مسابقه، دومین معادله رو که به ما داده 3x2 منهای 2 مساوی با 6x. من برای اینکه اینو حلش بکنم چیکار باید بکنم؟ باید بیام این 6x رو ببرم سمت چپ. یعنی چه اتفاقی بیفته؟ بیاییم با هم دیگه اینو تکمیلش کنیم. 6x باید بره سمت چپ. یعنی چی؟ یعنی به این ترتیب، یعنی 3x2 منهای 6x مساوی با 2 رو میبریم سمت راست. این 2ی که سمت چپ بوده رو میبریم سمت راست. پس اینجا 3x2 منهای 6x مساوی 2 میشه جای خالیمون. حالا دو طرف رو تقسیم بر چی میکردیم دوستان؟ دو طرف رو تقسیم بر ضریب x2 میکنیم، یعنی 3x2 بر روی 3 منهای 6x بر روی 3 مساوی با 2 سوم. خب ساده که بشه میشه x2 منهای 2x، اینجا 2x مساوی با 2 سوم. حالا قرارمون بر اینه که این منهای 2x مون رو به صورت چی در بیاریم؟ به صورت دو آبه در بیاریم. خب خوب که نگاه میکنیم میبینیم که آ رو که داره، دورم داره، پس بمون چی میتونه باشه دوستان؟ بمون میتونه عدد یک باشه. یعنی اینجا خود دو ایکس من در واقع هستش دو در یک در ایکس، منتها چون یک نوشته نشده نمیتونیم ببینیمش، اما وجود داره، بنابراین خودش میشه به نوعی مربع کامل. پس ما باید مربع یک رو به سمت چپ و راست تساویمون اضافه کنیم. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ میشه x2 منهای 2x مساوی 2 سوم. خب اینجا یه دونه یک به طرف این اضافه میکنم و چیزی که به دست میاد اینه، میشه x منهای 1 به توان 2 مساوی با 5 سوم. حالا میام چیکار میکنم؟ حالا میام از دو طرف جذر میگیرم. وقتی من جذر بگیرم از این، یعنی x منهای 1 به توان 2 مساوی جذر 5 سوم، گفتیم وقتی رادیکال ها رو از بین میبریم برای یکی از اینها مثبت و منفی میذاریم، مثبت و منفی رادیکال 5 سوم. یه بار باید با مثبتش بریم، یه بار با منفیش بریم. ببینید اینجوری میشه، میشه یک به اضافه یه رادیکال 5 سوم و یکیشم میشه یک منهای رادیکال 5
سوم و به این ترتیب جوابهای این معادله به دست میاد و ما تونستیم توی این مسابقه برنده بشیم. بنابراین توی این مسابقه سربلند بیرون اومدیم. بریم در قسمت بعدی ببینیم چی برامون تدارک دیده شده تا بتونیم باز هم در یک مسابقه، در یک رقابت جدید شرکت بکنیم. در قسمت بعدی تمرینی از کتاب وجود داره. میگه معادله های درجه دوم زیر را به روش تشکیل معادله درجه دو یا تشکیل مربع کامل حل کنید. به این ترتیب الف x2 منهای 5x به اضافه 6. به نظرتون چیکار بکنیم دوستان؟ باریکلا میایم اول چیکار میکنیم؟ این منهای 5x مون رو تکلیفش رو روشن میکنیم. منهای 5x مون رو باید به صورتی چی در بیاریم؟ به صورت دو آبه درش بیاریم. پس اگر من بخوام اینو به صورت دو آبه در بیارم باید چیکار بکنم؟ میام میگم که 5x من مساویه با دو آبه، یعنی 2 در 1/2 در 5x مساویه با 2 در 5/2 x. پس من تونستم بی رو هم به دست بیارم. بی همون 5/2 است. آمونم که x، دومونم که خود 2. بنابراین به این ترتیب میتونم اینو حلش کنم. پس میشه در واقع مربع این رو باید چکار کنم؟ به طرفین اضافه کنم که بتونم معادله رو حلش کنم. 5/2 مربعش میشه چی؟ میشه 25/4 به طرفین تساوی اضافه میکنم و به این ترتیب چیزی که به دست میاد اینه، میشه x2 منهای 5x به اضافه 25/4 مساویه با منفی 6 به اضافه 25/4. حالا ادامه داستان، سمت چپ تبدیل میشه به مربع کامل، میشه x منهای 5/2 به توان 2. سمت راست هم که با مخرج مشترک گیری میرسم به 1/4. بنابراین میتونم الان چیکار کنم؟ جذر بگیرم. از طرف این که جذر بگیریم، اینجوری جذر بگیریم، اتفاقی که میفته میشه این، میشه x منهای 5/2 مساویه با مثبت و منفی 1/2. یه بار با مثبتش جمع میکنم، یه بار با منفیش جمع میکنم، یعنی دو تا جواب به دست میارم. میشه x مساویه 5/2 به اضافه 1/2 و x مساویه با 5/2 منهای 1/2 که یکیش در میاد عدد 3، یکیش در میاد عدد 2. جواب ها رو تونستم به دست بیارم. بریم قسمت بعدی. میگه 9x2 به اضافه 3x منهای 2 مساوی 0. به نظرتون اینو چجوری باید حلش کنیم؟ باریکلا میایم اول تکلیف 3 رو روشن میکنیم. به عبارت دیگه 3x مون رو که در اینجا داده به صورت دو آبه در میاریم. یعنی میایم میگیم 3x مساویه چی؟ مساویه دو آبه. دو در یه چیزی در x. دو در چی در x میشه خود 3x؟ آفرین، 3/2. یعنی 3 رو باید تقسیم بر 2 کنم. دیگه هر چقدر واردتر میشیم بعضی از قسمت ها رو حذف میکنیم، دیگه همه ی توضیحات رو نیازی نیست بنویسیم. پس مینویسیم 2 در 3/2 x. یعنی من چی رو به دست آوردم؟ آدو رو که دارم، ب رو به دست آوردم. این یه روش. یه روش دیگه اینه که بچه ها به خود 9x2 هم میتونید توجه بکنید، چون خود 9x2 هم به عبارتی 3x به توان 2 هستش. هر راهی که شما برید و منطقی باشه قابل قبوله. فکر نکنید که حتما باید یک راهو برید، نه. بریم ببینیم این رو ما میتونیم چجوری حلش بکنیم. خب یه راه دیگه هم اینه، از همون اول میاییم همه رو تقسیم بر 9 میکنیم، همه رو تقسیم بر 9 میکنیم، از همون اول میرسیم به x2. پس ما 3 تا راه الان داریم. یه دونه اینجا 3x رو در واقع تقسیم بر 2 کنیم، یه دونه اینجا همه رو تقسیم بر 9 کنیم، یا
یک حالت دیگه هم اینه که بیایم بگیم که خود سه ایکس هم مربع کامله و از اون طریق بریم. حالا من اینها رو براتون دونه دونه بررسی میکنم. در اینجا تصمیم گرفتم که همه رو تقسیم بر 9 کنم که از اول ببینید که چه اتفاقی میفته. خب من اگر همه رو تقسیم بر 9 کنم چی میشه؟ این تقسیم بر 9، این تقسیم بر 9، دورم که بردم سمت راست تقسیم بر 9، چه اتفاقی میفته؟ 9 با 9 میشه، این با این رفت. 3 با 9 ساده میشه، یه 3 میمونه. 2 نهم هم که ساده نمیشه. خب ببینید اینا رو هم پاک کنم. به این ترتیب خواهیم داشت x2 به اضافه 1 سوم x مساوی با 2 نهم. حالا چه اتفاقی میفته؟ میام از همین ابتدا دیگه تکلیفم روشنه، میام میگم که 1 سوم x هم باید به صورت دو آبی باشه. یعنی برای اینکه من برسم به عدد b، میام 1 سوم رو تقسیم بر 2 میکنم. 1 سوم تقسیم بر 2 یادتون باشه، تقسیم یعنی به عبارتی ضرب در معکوس اون عدد. مثلا وقتی میایم میگیم که یه عددی تقسیم بر 5، میتونیم بگیم اون عدد ضرب در 1/5. یا مثلا وقتی میخوایم بگیم تقسیم بر 2، میتونیم بگیم ضرب در 1/2. اینجا هم شما میتونید هر کدوم این مفاهیم رو استفاده کنید. میتونید 1/3 رو تقسیم بر 2 کنید و از قانون دور در دور نزدیک در نزدیک برید و برسید به 1/6. میتونید همین روشی که گفتم 1/3 ضرب در 1/2 که میشه 1/6 رو به دست بیارید. هر کدوم اینها معقوله. خب من وقتی این رو انجام میدم، یعنی 1/3 رو تقسیم بر 2 میکنم، بلافاصله برای اینکه b2 رو هم بنویسم، همونجا به توان 2 میرسونم و 1/6 به توان 2 میشه 1/36. حالا 1/36 رو چیکار میکنم؟ به دو طرف معادله اضافه میکنم، یعنی میشه چنین چیزی، میشه x2 به اضافه 1/3 x به اضافه 1/36 مساوی با 2/9 به اضافه 1/36. حالا سمت چپ شد یک مربع کامل، سمت راست هم باید مخرج مشترک بگیریم، یعنی میشه x به اضافه 1/6 به توان 2. همیشه برای اینکه این تیکه رو به دست بیارید، این 1/6 رو بیاید به این توجه بکنید، جذر 1/36 میشه 1/6، بنابراین به شما 1/6. و چون همشون به اضافه است، این وسط هم به اضافه میذاریم، پس میشه x به اضافه 1/6 به توان 2 مساوی با 1/4. حالا چی کار میکنم؟ حالا دو طرف رو ازشون جذر میگیرم، جذر سمت چپ، جذر سمت راست. خب در میاد x به اضافه 1/6 مساوی با مثبت و منفی 2. باریکلا الان یه بار با مثبتش باید جمع کنم، یه بار با منفیش جمع کنم، یعنی در میاد x به اضافه 1/6 یه بار مساوی 2، یه بار مساوی منفی 2. و قاعدتاً 1/6 که میره اون طرف میشه 1/2 منهای 1/6، جوابش در میاد 1/3. و دومی هم در میاد منهای 1/6 منهای 1/2، با مخرج مشترک گیری میرسیم به این که جوابش هست x مساوی منفی 2/3. یعنی معادله درجه دوم ما دو تا ریشه قشنگ کسری داره. دیگه اینها رو بچه‌ها شما تبدیل به عدد اعشاری نمی‌کنید، یه وقت فکر نکنید حتما باید به عدد اعشاری تبدیل بشه. در ریاضیات کسر دقیق‌تر از اعشاره، یعنی 1/3 بگیم خیلی بهتره تا اینکه بیایم 1 رو تقسیم بر 3 کنیم به یه عدد اعشاری نامتناهی برسیم. بریم قسمت بعدی، قسمت P که داده x2 به اضافه 1/4 مساویه با منفی x. خب برای حل این چی کار باید بکنیم؟ برای حل این میایم اول میگیم که 1/4 میره سمت راست میشه منفی 1/4،
ایکسمون هم که منفی داره، منفی ایکس سمت راستمون هم میاد سمت چپ، در میاد مثبت ایکس. یعنی همچین چیزی شد. خب برای حل این چی کار میکنیم؟ میایم میگیم که اینی که کنار ایکس بیه، بی رو تقسیم بر دو میکنیم. دیگه روشمون رو داریم کوتاه‌تر و بهتر میکنیم. بی رو تقسیم بر دو میکنیم، در میاد چی؟ میشه یک دوم. یک دوم به توان دو میرسونیم، میشه یک چهارم. یعنی ما به دو طرف باید چی اضافه کنیم؟ یک چهارم اضافه بکنیم. چی به دست میاد؟ میشه ایکس دو به اضافه ایکس به اضافه یک چهارم مساویه با منفی یک چهارم به اضافه یک چهارم. حالا سمت چپ در میاد ایکس به اضافه یک دوم به توان دو، سمت راست هم در اومد صفر. چه جالب، صفر در اومده. بنابراین وقتی میخوام جذر بگیرم یه اتفاق قشنگ میفته و اون اینه، نگاه کنید به این ترتیب. وقتی من از این جذر میگیرم، ایکس به اضافه یک دوم من مساوی صفر در میاد. دیگه اینجا مثبت و منفی صفر بیمعنیه بچه ها. چرا؟ چون مثبت صفر با منفی صفر هر دوشون میشن صفر، دو تا عدد متمایز یا جدا از هم نیستند. بنابراین این معادله تک جواب خواهد بود. یعنی ایکس به اضافه یه دوم که در اومده مساوی صفر، یه دوم رو میبرم سمت راست، ایکس مساوی منفی یه دوم در میاد. موقعی که معادله درجه دو یک ریشه داره بهش میگیم ریشه مضاعف. یعنی ریشه ها با همدیگه یکی شدن و در واقع به صورت مضاعف در اومدن. یعنی یک ریشه دو بار در واقع تکرار شد. به این ترتیب این معادله هم به این شکل حل میشه. قسمت ت میگه x2 به اضافه 6 x به اضافه 9. اینجا هم باز راه‌های متفاوتی برای حلش داشت. بریم ببینیم این بار من چه تصمیمی گرفتم. میام میگم که 6x من این 6ش رو تقسیم بر 2 میکنم، میشه 3. این 3ی که به دست آوردیم رو به توان 2 میرسونیم، میشه 9. حالا 9 رو به دو طرف اضافه میکنم، چون 9 رو یه بار برده بودم سمت راست دیگه، درسته؟ برده بودم سمت راست، شده بود منفی 9. الان دو طرف رو به 9 اضافه میکنم و در واقع در میاد x2 به اضافه 6 x به اضافه 9. این دفعه 9 هم با 9 میره مساوی 0. یعنی x به اضافه 3 به توان 2 مساوی 0. البته بچه‌هایی که خیلی دقت بیشتری دارند میدونند که از همون ابتدا میتونستن چیکار بکنن؟ از همون ابتدا بیان به صورت مربع دو جمله‌ای بنویسن. چون x2 که مربعه، 6x در واقع هست 2 تا 3x. اینجا خوب که نگاه میکنیم میبینیم مربع 3 هم وجود داره، یعنی 3 به توان 2ه که نوشته شده 9. یعنی خود x2 به اضافه 6x به اضافه 9 مساوی 0 به تنهایی از همون ابتدا مربع کامله، نیازی به این کارها نبوده. اما برای اینکه ما وفادار به روش باشیم اومدیم این روش رو نوشتیم. ولی شمایی که سرعتتون رفته بالا در اثر تمرینات بیشتر میتونید مستقیم بریم سراغ چی؟ برید سراغ اتحاد مربع دو جمله‌ای از همون اول و یک دفعه بیایید سراغ x به اضافه 3 به توان 2 مساوی 0 و خیلی راحت و سریع از دو طرف جذر بگیرید و برسید به اینکه x مساوی با منفی 3 تنها جواب معادله درجه 2 هست. امیدوارم تا اینجا رو خیلی خوب و روون یاد گرفته باشید. باز هم تاکید میکنم دوستان، حتما باید قلم و کاغذ کنارتون باشه و با این چیزایی که من میگم همزمان تمرین بکنید. استوب کنید ویدیو رو و تمرین کنید خودتون و بعد دوباره
به تماشاش بپردازیم. بریم بخش بعدی در واقع حل معادله درجه دوم که روش سوم حل معادله درجه دو هست. در اینجا ما میخوایم روشی رو پیدا کنیم و معرفی کنیم بهتون که دیگه نیاز به این همه دردسر نباشه، چون خیلی وقت گیرن این روشایی که ما دیدیم و بعضن بعضیشون اصلا قابل استفاده برای همه جا نبودن. بنابراین ما ریاضیدان ها وظیفه داریم که روش هایی رو به عامه مردم ارائه بدیم که در همه جا قابل استفاده باشه. بنابراین در این قسمت هم اومدیم همین کار رو قبلا انجام دادیم. خب روش سوم روش کلی حل معادله درجه دوم هست. این روش رو دیگه همه جا برای هر نوع معادله شما میتونید استفاده بکنید. بریم ببینیم این روش چطوری به دست میاد و معادله درجه دو چطوری حل میشه. خب در روش قبلی که روش مربع کامل بود اومدیم AX2 به اضافه BX به اضافه C مساوی 0 رو با روشایی که گفته شده بود تبدیل به مربع کامل کردیم و حل کردیم. حالا همین داستان رو روی همین معادله AX2 به اضافه BX به اضافه C مساوی 0 انجام میدیم. یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی B دوم رو چیکار میکنیم؟ مربعش رو به دو طرف اضافه میکنیم. به این ترتیب پله پله میریم جلو. ببینید اول سی رو در واقع میبریم سمت راست، یا به عبارتی قرینش رو به دو طرف اضافه میکنیم، این مرحله اول. مرحله دوم بی دوم رو در واقع همه رو اول تقسیم بر آ میکنیم و بی آم رو نصفش رو به دست میاریم و مربع میکنیم و به دو طرف اضافه میکنیم. یعنی به این ترتیب این رو دو برابر کردیم، شد بی بر روی دو آ در ایکس، و حالا بی بر روی دو آ مربعش رو چکار میکنیم؟ به دو طرف اضافه میکنیم. مربع اضافه شد به دو طرف. سمت راست مخرج مشترک میگیریم، سمت چپ هم خودش مربع کامله. یعنی سمت چپ در میاد چی؟ x به اضافه b دو آم به توان دو. سمت راست هم در میاد b دو بر روی چهار آدم منهای c آم. خب سمت چپ که تکلیفش روشن شده، سمت راست رو باید مخرج مشترک بگیرم. مخرج مشترک بین 4A2 و A چی میتونه باشه دوستان؟ آفرین، 4A2. چرا؟ چون 4A2 هم A رو داره هم خودش رو داره. به عبارت دیگه در میاد X به اضافه B2 آم به توان 2 مساوی با B2 منهای 4AC بر روی 4A2. حالا از دو طرف این چه کار میکنم؟ جذر میگیرم. ببینم چه اتفاقی میفته. میشه به این ترتیب x به اضافه b دو آم مساوی با مثبت و منفی b رادیکال b دوی منهای 4 آ c بر روی رادیکال 4 آ دو. منتها رادیکال 4 آ دو ساده میشه، میاد بیرون میشه 2 آ. بنابراین میشه رادیکال بی دو منهای چهار آسی بر روی دو آ، که یه مثبت و منفی هم پشتش میذاریم. حالا اون بی بر روی دو آیی که سمت چپ داریم و میاریم سمت راست. این اومد سمت راست. خب مخرج ها هر دوتا مشترک بچه ها، بنابراین میتونم این رو به صورت یک کسر درش بیارم. پس میشه x مساویه با منفی بی مثبت و منفی رادیکال بی دوی منهای چهار آسی بر روی دو آ. به این رادیکاله، این عبارتی که زیر رادیکال هست، به این عبارت زیر رادیکال میگیم دلتا تو معادله درجه دو. الان خواهیم دید این معادله درجه دوی ما به شرطی جواب داره که قبلا هم دیدید،
این زیر رادیکالش اتفاقی بیفته براش مثبت باشه. یعنی بیدوی منهای چهار آسی باید چی باشه؟ مثبت باشه تا ما بتونیم مثبت و منفی رادیکالش رو به صورت یه عدد حقیقی معرفی کنیم. به این بیدوی منهای چهار آسی مبین معادله درجه دوم هم میگن، که همونطوری که گفتم اونو با دلتا نشون میدن، یعنی دلتا مساویه با بیدوی منهای چهار آسی. بر اساس اینکه دلتا مثبت باشه یا دلتا مساوی صفر باشه یا دلتا منفی باشه، ما جوابهای متعددی داشتیم. بریم ببینیم چجوری میشه جوابها رو در واقع داشت. اگر دلتا مثبت باشه دوستان، معادله دارای دو جواب است که عبارتند از منفی بی مثبت و مثبت رادیکال دلتا بر روی دو آ، این یه جواب و این هم یه جواب، منفی بی منهای رادیکال دلتا بر روی دو آ. اگر دلتا مساوی صفر باشد معادله داره یک جواب است، که در این حالت این ریشه را ریشه مضاعف می نامند. قبلا هم ریشه مضاعف رو دیده بودیم، که چون دلتا صفر رادیکال حذف میشه و جواب به تنهایی در میاد x مساوی با منفی b به روی 2a. و حالت سوم، اگر دلتا کوچکتر از صفر باشد معادله جواب ندارد. چرا؟ این معادله جواب ندارد یعنی جواب حقیقی ندارد. چرا جواب حقیقی ندارد؟ چون عدد منفی ریشه زوج یا ریشه دوم ندارد. به این علته که مثلا ما رادیکال منفی 9 رو نمیتونیم تعریف کنیم. چرا؟ چه عددی به توان 2 میخواد برسه بشه منفی 9؟ نمیتونیم بگیم. بنابراین اگر دلتا منفی باشه معادله جواب نداره. خب امیدوارم تا اینجا رو خیلی خوب متوجه شده باشید و تونسته باشید قشنگ با درک بالا رفته باشید جلو. بریم یک فعالیت رو با همدیگه حل بکنیم. یعنی یه فعالیتی داریم که با همین روش دلتا میخوایم معادله درجه دو رو دیگه حلش بکنیم. دیگه دوچار دردسر این که مربع کامل کنیم، بگردیم ببینیم چه اتحادیه، بگردیم ببینیم چجوری میشه فاکتورگیری کرد، بگردیم ببینیم که مربع کاملش بکنیم نکنیم، چی کار بکنیم، ب رو تقسیم بر دو کنیم، اینا دیگه هیچ کدوم این دردسرها رو نداریم. بریم ببینیم x2 منهای 3x به اضافه 2 که قرار حل بشه با روش دلتا چقدر میتونه سریعتر و جالبتر حل بشه. خب اول از همه بچه ها بیاید a و b و c رو مشخص بکنید. یعنی بیاید بگید که ضریب x2 که میشه a، این ضریب x2، ضریب x که میشه b، و ضریب ثابت که میشه C رو تشخیص بدید و به دست بیارید ببینید که چی هستش. بعد بلافاصله برید سراغ حل معادله درجه دو. یعنی سرضرب میریم دلتا رو حل میکنیم. دلتا بود به دو منهای چهار AC. خب B رو که دارم منفی 3 جاگذاری کردم، چهارم که چهاره، ایم که 1 بود، سی هم که 2 بود. منفی 3 به توان 2 میشه 9. منهای 4 ضرب در 1 ضرب در 2 در میاد 9 منهای 8 مساویه با 1. دلتا در اومد 1. دلتا عدد مثبته، بنابراین معادله دو تا ریشه داره. خب بریم سراغ ریشه ها. ریشه ها چیا بود؟ منفی به مثبت و منفی رادیکال دلتا بر روی دو. بچه‌ها برای اینکه این فرمول رو حفظ بشید نیازی نیست وقت اضافه جدا از درس ریاضی بذارید و بشینید فرمول حفظ کنید. ما اصلا همچین چیزی رو نداریم. یعنی من توصیه میکنم به شما که اصلا برای حفظ فرمول های ریاضی وقت جدا نذارید. در طی تمرینی که دارید حل میکنید هر بار اون فرمول رو بنویسید خود به خود
بعد از 4 تا 5 تا 10 تا 20 تا حتی حفظ میشید. به اینکه حافظه حالا یه مقداری قویه یه مقداری ضعیفه، به تعدادش خب تمرین بیشتری باید داشته باشیم دیگه، به همون نسبت باید تمرین کنیم. بنابراین اگر حافظتون قویه قاعدتا با یکی دو بار نوشتن جا میفته، اگر حافظه فکر میکنید ضعیفه میتونید با 10 بار 20 بار تمرین این فرمول ها رو دیگه حفظ بشید، یعنی تو خود حل معادله بیاید این فرمول رو حفظ کنید. خب فرمول من بود منفی بی مثبت و منفی رادیکال دلتا بر روی دو آ جایگذاری میکنم، ریشه ها به این ترتیب به دست میاد، یه بار با مثبتش میگیرم یه بار با منفیش، جواب ها به راحتی در میاد. یعنی کل این معادله درجه دو که قرار بود با روش های دیگه حل بشه، الان با روش دلتا سریع ریشه هاش به دست اومد. بریم یه دونه دیگه. میگه جواب‌های معادله 4x2 به اضافه 7x منهای 2 رو به دست بیارید و نوشته در صورت وجود، چون میدونیم که ممکنه معادله درجه 2 جواب حقیقی نداشته باشه. خب اول گفتم چیکار میکنید؟ A و B و C رو تشخیص میدید. A و B و C ما اینجا چی میشه؟ باریکلا A هم میشه 4، بی میشه 7، سی میشه منفی 2. به این ترتیب حالا دلتا رو باید تشکیل بدیم. دلتا چی بود بچه ها؟ باریکلا بی 2 منهای 4 ای سی. حالا جاگذاری میکنم، بی 2 میشه 49 منهای 4 در 4 در منفی 2. جواباشو که به دست بیارم در میاد چقدر؟ 81. چون دلتا بزرگتر از صفره، بنابراین معادله دارای دو جواب است. جواب ها چی هست؟ دوباره فرمول رو می نویسیم که دیگه وقت اضافه برای حفظش نذاریم. میشه منفی بی مثبت و منفی رادیکال دلتا بر روی دو آ. جایگذاری که بکنم، یه بار با مثبت میرم یه بار با منفی، جواب ها در میاد 1/4 و منفی 2. به این ترتیب جوابای این معادله درجه 2 رو هم تونستم به دست بیارم به سادگی. سومین تمرین توی این فعالیت میگه جوابهای معادله این را 3x2 به اضافه x به اضافه 7 مساوی 0 را در صورت وجود به دست آورید. اولین قدم چی بود؟ تشخیص A و B و C. میریم تشخیص میدیم، A بود که C 3 هستش، B مون 1، C مون هم 7. دلتا رو مینویسیم میشه B 2 منهای 4 AC. جایگذاری میکنیم و جواب در میاد منفی 83. دوستان این منفی 83 که در اومده دلتا منفی شده. وقتی دلتا منفی بشه بنابراین جذر دیگه نمیتونیم بگیریم، بنابراین این که منفی شده میتونیم بگیم که معادله ریشه حقیقی ندارد. یعنی ما دیگه اصلا اجازه نداریم جلوتر از این پیش بریم و اجازه نداریم بیایم بگیم که معادله ریشه هاش ایناست. نه، همچین چیزی رو ما نمیتونیم بگیم. یک کار در کلاسی ما داریم اینجا که در اون اومده چیکار کرده؟ جور دیگه‌ای به معادله درجه 2 نگاه کرد. بریم ببینیم که در این کار در کلاس چی مطرح کرده و چی خواسته. معادله های زیر را حل کنید و با به دست آوردن ریشه های معادله که x1 و x2 هستن حاصل x1 به اضافه x2 رو به دست آورید. آیا ارتباطی میان مجموع ریشه ها و ضرایب A و B و C در معادله درجه 2 وجود دارد یا خیر؟ خب اولین معادله 3x2 به اضافه 5x منهای 2 مساوی 0. ما اول A و B و C شو تشخیص میدیم، 3 و 5 منهای 2، دلتا رو تشکیل میدیم، دلتا در میاد 5 به توان 2 منهای 4 ضرب در 3 در منفی 2 که در میاد 49، دو تا ریشه داره. ریشه ها رو به دست میاریم که در میاد 1/3 و منفی 2.
گفته بود چیکار بکنید بچه ها؟ گفته بود بیاید x1 که به اضافه x2 رو به دست بیارید. x1 که به اضافه x2 رو من به دست میارم، در میاد یک سوم منهای 2 که مخرج مشترک گیری میکنم، در میاد منفی 5 سوم. منفی 5 سوم آیا ارتباطی دارد با A و B و C؟ میام نگاه میکنم میبینم بله ارتباط داره. در واقع B من همون 5 بوده، A من هم که 3 بوده، یه منفی هم که خودش اضافه داره، پس این جوابش شده منفی B آم. پس نتیجه‌ای که میتوانیم بگیریم این است که اگر این معادله AX2 به اضافه BX به اضافه C مساوی 0 رو داشته باشیم و دلتامون هم مثبت باشه، در این صورت جمع ریشه ها میشه منهای B آم. جمع ریشه های معادله درجه 2 که صورت کلیش بود AX2 به اضافه BX به اضافه C مساوی 0 برابر میشه با منفی BAO. خب برو ببینیم که چه جوری هست و آیا واقعا این اتفاقی که گفتیم میفته. 4X2 به اضافه 3X منهای 7 مساوی 0، A و B و C 4 3 منفی 7 دلتا که جایگذاری بکنیم و جوابشو به دست بیاریم در میاد 121. امیدوارم شما هم بتونید به دست بیارید. یه بار با مثبت میریم یه بار با منفی و ریشه ها در میاد 1 و منفی 7 چهارم. جمع ریشه ها میشه منفی 3 چهارم. این منفی 3 چهارم دقیقا با منفی به آم همخوانی داره، بنابراین حدسی که زدیم میبینیم که اینجا هم برقراره. خب منتها یادمون باشه باید دلتا چی باشه بچه ها؟ دلتا مثبت باشه. اما بعد از این کار در کلاس میخوایم بریم سراغ کاربرد معادله درجه دو. بریم ببینیم چجوری ما میتونیم از معادله درجه دو استفاده کنیم. میگه طرح و حل دو مسئله کاربردی، یعنی اول طرح میکنیم مسئله مونو و بعد حلش میکنیم با استفاده از روش هایی که داریم. مسئله اول یه مقدمه ای گفته، میگه در هر مسئله اقتصادی اگر x مقدار یا تعداد محصول باشد سه رابطه مهم زیر تعریف میشوند. یک رابطه هزینه cost که با سی x نشونش میدیم، سی همون حرف اول cost هستش، هزینه، هزینه تولید x واحد کالا، یعنی چه مقدار پول خرج کردیم تا تونستیم مثلا یه مداد یا یه خودکار رو تولید کنیم. رابطه سود profit که با پی ایکس نشون میدیم، چون با حرف لاتین پی شروع میشه پی ایکس، ایکس هم که متغیرمونه که بهش میگیم سود، سود حاصل از فروش ایکس کالا. یعنی مثلا اگر این خودکاری که تولید کردیم 100 تا دونه ای که تولید کردیم هزینهش با سی به دست میاد، پرافیت سودش با پی ایکس به دست میاد، ببینیم چه سودی داره. و رابطه درآمد ریونیو، ریونیو که با آر شروع میشه، با آر ایکس نشونش میدیم که بهش میگیم درآمد. بچه ها درآمد با سود و هزینه فرق میکنه. درآمد کل پولیه که به دست میاد، هزینه پولیه که برای تولید استفاده شده، سود در واقع میشه درآمد منهای هزینه. کل پولی که به دست آوردیم منهای هزینه میشه اون سوده. خب بنابراین ارتباطشون اینجوریه، سود مساوی است با درآمد، یعنی همون مقدار فروشی که داشتیم، منهای هزینه که به صورت خلاصه میشه پی ایکس مساوی با آر ایکس منهای سی ایکس. حالا
فرض کنید یه دوچرخه جدید ورزشی طراحی کرده اید که میخواهید آن را به تولید انبوه برسانید. آفرین. هزینه های شما شامل دو بخش است. بریم ببینیم چی هست. چه دوچرخه ای هم طراحی کردیم. جالبه. این دوچرخه ها خیلی قدیمی بودن. مال بیش از 100 سال پیش هست. الف 700 هزار واحد برای راه اندازی کارگاه و خرید تجهیزات و تبلیغات و غیره، اینا که به عنوان هزینه اولیه مطرح میشه. ب 110 واحد. حالا اینجا که میگه واحد، میتونه تومن باشه، میتونه دلار باشه، میتونه پوند باشه، میتونه هر واحد پولی باشه. این واحدی که گفته منظور عدد پولیه. حتی میتونه واحد شما 1000 تومن یا 10000 تومن باشه. دلیلی بر این نیستش که حتما واحد خود تومن باشه. نه، میتونه مثلا اینجا واحدمون 10000 تومن باشه، یعنی 110 ضرب در 10000 باشه. مثلا 110 واحد برای ساخت هر دو چرخه تولید که میخواد بشه استفاده میشه، هزینه میشه. با توجه به اطلاعات آماری تولید دوچرخه‌های مشابه در بازار، انتظار شما از تعداد فروش این دوچرخه با توجه به قیمت فروش آن از نمودار زیر پیروی می‌کند. بریم ببینیم نمودار چی میگه. نمودار اینجا محور ایکس ها که واحد پیه و محور ایگرگ ها که تعداد رو نشون داده و یه معادله خط داده که در نقطه 70 رو محور ایگرگ ها و در نقطه 350 رو محور ایکس ها برخورد داشت. خب اگر این تعداد فروش دوچرخه و پی قیمت هر دوچرخه تعیین شده باشد، با توجه به نمودار فوق رابطه زیر میان این و پی برقرار است. یعنی ما باید بین تعداد فروش و تعداد در واقع قیمت هزینه، چون مثلا اینجوریه که هر چقدر شما قیمت ها رو بیارید پایین تر ممکنه فروشتون اضافه بشه یا ممکنه حتی کم بشه، معلوم نیست، بستگی به اون جامعه داره که بچه های علوم انسانی توی رشته‌ای که هستن اینها رو به صورت علوم اجتماعی و روانشناسی میخونن و میدونن که رفتارهای اجتماعی هم اینجا وجود داره برای خرید یک کالا. خب ان اگر 70000 باشه منهای 200 پی، این 70000 منهای 200 پی، این رابطه برقرار. خب حالا این تساوی به چه معنیه؟ میگه اگر قیمت دوچرخه 0 واحد تعیین شود، تعداد فروش دوچرخه برابر 70000 است. یعنی اگر ما دوچرخه رو رایگان بدیم 70000 تا ازمون ور میدارن. البته سقف تولیدمون هم همینه قاعدتا. اگر قیمت دوچرخه 350 واحد تعیین شود، تعداد فروش دوچرخه 0 عدد است. ما معادلمون چی بود بچه ها؟ N مساوی با 70000 منهای 200 پی بود. اگر پی رو بذارم 0، یعنی قیمت دوچرخه رو بذارم 0، 70000 تا باید بدم. یعنی این آمار تولیدم رو میان از این بر میدارم به صورت رایگان. اگر قیمتش رو یه قیمت نامعقولی بذارم، مثلا قیمت دوچرخه های بازار 100 واحده مشابهش، من میام 350 واحد بذارم، در اون صورت هیچ فروشی نخواهم داشت. تعداد فروش دوچرخه 0 است به این معنیه. خب اگر قیمت دوچرخه 300 واحد تعیین شود، تعداد فروش دوچرخه برابر است با چی به نظر شما؟ یعنی این پی رو بذاریم 300، میشه 70000 منهای 200 ضرب در 300 مساوی 10000 تا. یعنی همون 50 واحد از قیمت 350 که اصلا فروش نمی رفت بیام پایین تر، 10000 تا دوچرخه میفروشم. با توجه به اطلاعات فوق، الف رابطه سود این کارخانه بر حسب قیمت تعیین شده یک دوچرخه را
مشخص کنید. بریم ببینیم چیه رابطش، حلش. درآمد کارخونه چی بود بچه‌ها؟ میشد تعداد فروش دوچرخه ضرب در قیمت هر دوچرخه. ما با درآمد کار داریم، فعلا با سود کاری نداریم. خب تعداد فروشمون 70,000 منهای 200 پی، اون انه. قیمت هر دوچرخه گفته چی؟ پی میشه دیگه قیمت هر دوچرخه. قیمت هر دوچرخه هم پیه، بنابراین میشه 70,000 منهای 200 پی در پی میشه 70,000 پی. این پی تو تک تک اینا ضرب میشه. منهای 200 پی 2. هزینه کارخانه، هزینه کارخانه میشد اون هزینه اولیه به اضافه هزینه تولید دوچرخه ها. خب یعنی اگر من جای گذاری کنم، یه هزینه اولیه داشتم، یه هزینه تولید داشتم. یادتونه میگفتش که برای تولید هر دوچرخه 110 واحد هزینه میشه. خب این 110 باید ضرب در تعداد بشه دیگه. چه تعداد؟ 70,000 منهای 200 پی. من اینها رو که با هم دیگه ضرب و جمع که بکنم، جوابش به این ترتیب در میاد: 700,000 به اضافه 7,700,000 منهای 22,000 پی. که ساده بکنم به این ترتیب در میاد 8,400,000 منهای 22,000 پی. حالا سود کارخانه برابر چیه؟ سود کارخانه میشد درآمد کارخانه منهای کل هزینه ها. یعنی 70,000 پی منهای 200 پی 2 این هزینه درآمد کارخونه، منهای این هزینه کارخونه. ببینید اینجا هزینه کارخونه به دست اومده بود، اینها رو که منها بکنم به دست میاد 200 در واقع منفی 200 پی 2 به اضافه 22,000 با 70,000 میشه 92,000 پی. و در نهایت منهای 8,400,000 میام نگاه میکنم میبینم همشون رو میتونم از یه عدد فاکتور بگیرم. از چه عددی؟ 200. 200ش رو فاکتور میگیرم. 200 رو که فاکتور بگیرم، یه منفی هم میتونم فاکتور بگیرم بچه ها. منفی 200 فاکتور میگیرم. میدونید چرا منفی فاکتور میگیرم؟ میخوام پی 2 که دارم مثبت بشه. ضریب پی 2 مثبت شد، از منفی 200 فاکتور گرفتم، شد پی 2 منهای 460 پی به اضافه 42,000. خب بنابراین تونستم مسئله رو حل کنم. مسئله دوم چی میگه؟ میگه در یک کارگاه تولید چتر، سود حاصل از فروش X چتر به طور تقریبی از رابطه پی X مساوی منفی X تو به اضافه 2000 X منهای 24,000 به دست میاد. این چترمون الف. اگر این کارگاه چتری نفروشد چقدر از دست میدهد؟ چتری نفروشد، این x چتر دیگه، چتری نفروشد یعنی xمونو بذاریم صفر، xمونو بذاریم صفر، چی به دست میاد بچه ها؟ به دست میاد منفی 24,000. یعنی چی منفی 24,000؟ یعنی این کارگاه تولیدی اگر هیچ چتری نفروشه 24,000 واحد ضرر کرده. چرا؟ چون یه هزینه اولیه داشته، هزینه کارکنان داشته، هزینه های جاری داشته تا تونسته چتر رو تولید بکنه. حالا هیچ چتری نفروخته، هیچ چتری نفروخته، پس 24,000 واحد باید از جیب بذاره. یعنی منفی 24,000 داره اینو نشون میده به ما که میشه تماماً ضرر. ب. نقطه سر به سر، بریک ایون. بریک ایون در واقع
نقطه سر به سر به این ترتیب تعریف میشه، یعنی اینکه ما به چه قیمتی کالامون رو بفروشیم که نه سود کنیم و نه زیانی داشته باشیم. اینجا هم تولید در واقع تعریف رو گفته، میزانی از تولید یک بنگاه اقتصادی را نشان میدهد که در آن میزان هزینه ها با میزان درآمد ها برابر می شود و بنگاه در این سطح از تولید نه سود می کند و نه ضرر. یعنی مثلا این کارگاه اگر 20 دونه چتر بفروشه نه سود کرده نه ضرر. حالا بریم ببینیم دقیقا چند تا چتر باید بفروشه تا نه سود کرده باشه و نه ضرری کرده باشه. پی ایکس رو مساوی صفر قرار میدم، چون قرار شد که نه سود کنه نه ضرر دیگه، یعنی پرافیتش سودش برابر با صفر بشه. منفی ایکس دو به اضافه 2000 ایکس منهای 24000 مساوی صفر. از روش دلتا میرم. روش دلتا روشی بود که همه جا برای همه معادله های درجه دو جواب میداد، دیگه نیازی به دردسر نیست. پس میشه A و B و C رو تشخیص میدم، میشه A من منفی 1، B 2000، C منفی 24000. خب جاگذاری میکنم توی دلتا، جواب در میاد 3,904,000. خب این دلتاش هنوز جواب به دست نیامد. این 3,904,000 باید بره زیر رادیکال، میره زیر رادیکال، جواب در میاد 1,975.85. این رو یه بار با مثبتش یه بار با منفیش میرم، جوابهایی که به دست میاد میشه 12 خورده‌ای و 1,987 خورده‌ای. حالا این جوابهای من به چه معنی هستن؟ یعنی نقاط 12.75000 و 1,987.925 نقطه های سر به سرم. یعنی اگر کارگاه 12 تا چتر تولید کنه تقریبا نه سودی میکنه نه ضرری میکنه، و اگر کارگاه از 12 رد بشه دیگه سود میکنه. تا یه جایی، تا کجا؟ تا جایی که به عدد 1,987 این تقریبا 1,988 تا دونه چتر تولید بکنه دوباره نه سود میکنه نه ضرر میکنه. جالبه براتون نه؟ قاعدش این بودش که هر چقدر ما تولیدمون بیشتر بشه باید سودمون هم بیشتر بشه، اما همیشه اینجوری نیست. بعضی کارگاه ها به نسبت این که تولیداتشون بیشتر میشه از یه جایی به بعد دوباره هزینه هاشون هم بیشتر میشه، هم هزینه نگهداری دارن، هم تعداد کارمندا بیشتر میشه، حواشیشون بیشتر میشه، مجبورن نگهبانای بیشتری استفاده بکنن. پس اینجوری نیستش که هر چقدر ما تولیدات یک کارخونه یا یک کارگاه رو زیادتر بکنیم بنابراین سودمون بیشتر میشه، نه، همچین چیزی وجود نداره، همیشگی نیست. اینجاست که ریاضیدان‌ها به داد اقتصاد و مهندسین میرسن و بهشون میگن که از چه راهی برید تا بیشترین سود رو داشته باشید و منطقی سود بکنید. ریاضیات خوبیش اینه که همه راه‌ها رو به صورت عقلانی و منطقی نشون میده. راه‌هاش راه‌هایی نیستش که یه عده ضرر بکنن یه عده سود بکنن، نه، عدالت رو کاملا چکار میکنه؟ برقرار میکنه. خب پس ما نقطه سر به سر رو هم در اینجا فهمیدیم چیه. بریم سراغ تمرینی از کتاب درسی. میگه معادله های درجه دوم زیر را حل کنید. دیگه شما وارد شدید، خیلی راحت هر معادله درجه دوی رو بذارن جلوتون، میتونید چکار بکنید؟ با استفاده از روش دلتا خیلی سریع حلش بکنید. خب من اینجا
میتونم هم A و B و C برم حلش بکنم، هم میتونم فاکتور بگیرم. بستگی به شما داره که چه راهی برید. من اینجا تصمیم گرفتم فاکتور گیری کنم. خب فاکتور گیری که میکنم سریعتر به دست میارم و جواب هم میشه 0 و 1. دومین معادله میگه 2x2 به اضافه x منهای 1 مساوی 0. خب میام A و B و C رو تشکیل میدم. دیگه اینجا فاکتور گیری نمیتونم بکنم. فاکتور گیری برای جاییه که دو تا در واقع عامل دارید و خیلی سریع میتونید با فاکتور گیری جواب ها رو به دست بیارید. A و B و C رو تشکیل میدم، دلتا رو به دست میارم، در میاد 9 و جواب هم در میاد منفی 1 مثبت و منفی 3 بر روی 4 که در میاد 1 دوم و منفی 1. تمرین بعدی 4x2 منهای 4x به اضافه 1 مساوی 0. چیکار میکنم؟ میتونم با استفاده از اتحاد مربع دو جمله‌ای حلش کنم، میتونم با استفاده از دلتا هم حلش بکنم. من اینجا راه‌های متفاوت رو میرم، شما راه‌های دیگر میتونید رو کاغذ امتحان کنید و جواب هاتون رو با جوابای من مقایسه بکنید. اتحاد مربع دو جمله‌ای 2x منهای 1 به توان 2 مساوی 0، از دو طرف جذر میگیرم و x به دست میاد 1 دوم، یعنی از دو طرف که جذر گرفتم شد 2x منهای 1 مساوی 0، 1 رو بردم سمت راست و در نهایت دو طرف رو تقسیم بر 2 کردم و جواب 1 دوم به دست اومد. معادله بعدی x2 به اضافه 17 x منهای 18 مساوی 0. اینجا چی کار میکنید به نظرتون؟ اینجا هم میتونید اتحاد جمله مشترک برید. اتحاد جمله مشترک چی بود؟ x به اضافه a در x به اضافه b که جوابش در میومد x2 به اضافه پرانتز a به اضافه b پرانتز بسته در x به اضافه ab که بارها و بارها از این اتحاد در حل معادله درجه 2 استفاده کردیم و به این ترتیب a و b من در میاد 18 و منفی 1. جواب ها اینه که تک تک اینا رو مساوی 0 قرار میدم و در میاد منفی 18 و 1. قسمت بعدی 3x2 منهای x به اضافه 4 مساوی 0. این رو چیکار میکنم؟ این رو هم میتونم بیام با روش دلتا حلش بکنم، یعنی a و b و c رو تشکیل بدم به دست بیارم و دلتا رو در بیارم و در نهایت نگاه میکنم میبینم دلتا منفی شده. وقتی دلتا منفی شده پس معادله جواب نداره دیگه، x1 و x2 وجود نداره که بخوام برم دنبالش. قسمت ششم x2 به اضافه رادیکال 3 در x به منهای 1. یادتون باشه این رادیکال 3 شامل x نمیشه ها، یعنی x زیر رادیکال نیست، جداست. خب این رو چیکار میکنم؟ a و b و c رو تشخیص میدم و دلتا رو تشکیل میدم. aش میشه 1، b میشه رادیکال 3، c میشه منفی 1. دلتا رو که تشکیل بدم رادیکال 3 به توان 2 میشه خود 3 منهای 4 در 1 در منفی 1. جواب نهایی در میاد 7 و ریشه هم میشه منفی رادیکال 3، چون منفی ب بود دیگه، مثبت و منفی رادیکال 7 بر روی 2. یادتون باشه این رادیکال 7 و رادیکال 3 یه وقت داخلشون با هم دیگه جمع نمیشه، یعنی جدا جدا همین جوری میمونه، یه بار مثبت یه بار منفی، دیگه ساده تر از این نمیشه. خب میگه معادله 2x2 منهای 3x منهای 5 مساوی 0 رو با روش دلتا حل کنید. با محاسبه ریشه های x1 و x2 حاصل ضرب آنها را به دست آورید. بریم با روش دلتا این رو حل بکنیم. a و b و c شو تشخیص میدیم، میشه 2 منفی 3 و منفی 5 و به این ترتیب دلتا اگر تشکیل بشه در میاد 49. این 49 ما رو راهنمایی میکنه به سمت ریشه ها، چون دلتا مثبت شده بنابراین دو تا ریشه داریم، بنابراین در میاد ریشه هامون 5 دوم و منفی 1. حاصل ضرب ریشه ها یعنی ضرب این دوتا، ضرب این دوتا میشه 5 دوم در منفی 1 که میشه منفی 5 دوم. یه مقایسه ای با اینا داشته باشیم میشه سی آم، یعنی ضرب ریشه ها در میاد سی به روی آ.
تمرین شماره 3 میگه اگر یکی از جوابهای معادله 2x2 منهای ax به اضافه 28 مساوی 0 برابر با منهای 4 باشد، جواب دیگر این معادله چیست؟ یکی از جوابها رو به ما داده، جواب دیگر رو میخواد. اینجا باید چیکار بکنیم بچه ها؟ میگیم که اگر منفی 4 ریشه یک معادله باشه، پس در خود معادله صدق میکنه، یعنی من منفی 4 رو میتونم به جای x بذارم و اول a رو به دست بیارم. خب منفی 4 رو جای x میذارم، یعنی میشه 2 در منفی 4 به توان 2، منفی a در منهای 4، مثبت 28 هم که خودشه. ساده که میکنم به این ترتیب به دست میاد 32 به اضافه 4 a به اضافه 28 مساوی 0. معادله درجه اول ساده ایه که ما همه عددها رو میبریم سمت راست، مجهول سمت چپ نگه میداریم و در نهایت دو طرف رو تقسیم بر ضریب مجهول میکنیم، یعنی 4 a مساوی میشه با منفی 60، a در میاد منفی 60 چهارم، یعنی منفی 15. حالا A رو به دست آوردیم، جواب دیگه معادله چجوری به دست میاد؟ میایم A رو جایگذاری میکنیم، منفی 15 رو جایگذاری میکنیم و معادله درجه دومونو به دست میاریم. معادله درجه دومونی که به دست آوردیم A و B و C داره. با روش دلتا میریم جفت ریشه ها رو به دست میاریم که یکی از ریشه ها همین منهای 4 خواهد بود و یکی دیگه جواب مسئله است که میگه ریشه دیگر رو به دست بیاری. دلتا رو به دست میاریم، دلتا میشه 1، ریشه ها در میاد منفی 7 دوم و منفی 4. منفی 4 رو که گفتم قبلا داشتیم، داده خودش، منفی 7 دوم هم همون ریشه ایه که جواب مسئله است. سوال بعدی میگه مساحت مثلث و مستطیل در شکل زیر مساوی هستند، طول و عرض این مستطیل چقدر است؟ سوال شماره 4. خب دو تا شکل داده دوستان، یه مستطیل داده یه مثلث داده. توی مستطیل عرضمون x به اضافه 1، طولمون 3x به اضافه 2. در مثلث قائم الزاویه‌ای که داریم ارتفاعمون یا یکی از اضلاع قائم 2x، یکی دیگه هم 3x به اضافه 6. خب میگه مساحت مثلث و مستطیل در شکل زیر با هم چی هن؟ مساوی هن. مساحت مستطیل میشد طول ضرب در عرض، مساحت مثلث میشد قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. مساحت مستطیل رو تشکیل میدم، این دوتا رو در هم ضرب میکنم، به این ترتیب به دست میاد 3x2 به اضافه 5x به اضافه 2. مساحت مثلث رو هم که گفتم قاعده ضرب در ارتفاع، که این ارتفاع میشه اینم قاعده، تقسیم بر 2. ساده سازی میکنم، این 2 با این 2 میره، در میاد 3x2 به اضافه 6x. خب مساحت مستطیل رو گفته با مساحت مثلث برابر قرار بدید، برابر قرار میدیم. وقتی این دوتا رو با هم برابر قرار میدیم 3x2 از طرفین میره بچه ها، خب میمونه 5x به اضافه 2 مساوی 6x، مجهولا یه طرف، معلوما یه طرف، جواب در میاد 5x منهای 6x مساوی منفی 2، که xمون منفی x مساوی منفی 2 میشه و x در میاد 2 و تونستم x رو به دست بیارم. حالا طول و عرض این مستطیل چقدر است؟ این 2 رو باید چکار بکنید؟ جای xای مستطیل بذارید. پس طول مستطیل میشه 3x به اضافه 2، 3 دو تا به اضافه 2 تا میشه 8 تا. عرض مستطیل هم میشه x به اضافه 1، یعنی 2 به اضافه 1 که در میاد 3. جواب مسئله به دست میاد. شماره 5 میگه کدام یک از معادله های زیر به ازای هر مقدار آ همواره دارای جواب های حقیقی است؟ خب اولی رو داده الف x2 به اضافه ax منهای 1 مساوی 0. وقتی میگه همواره دارای جوابهای حقیقی است، یعنی دلتا باید چی باشه بچه ها؟ بزرگتر یا مساوی 0 باشه. خب در اینجا و اون معادله ax2 به اضافه bx به اضافه c مساوی 0 که مقایسه بکنیم این معادله رو، ایش
دیگه این ایه نیستا، ایه اون معادله اصلی میشه یک، بیمون اینجا ایه، سیمون منفی یکه. این ایه ها رو با هم دیگه اشتباه نگیرید. اون ای یه ای همگانیه، این ای اختصاصی مال این معادله است. خب بنابراین من باید دلتا رو به دست بیارم که میشه بی دو منهای 4 ای سی، در میاد ای دو به اضافه 4. ای دو به اضافه 4 شما هر عدد حقیقی جای ای بذارید به توان 2 که برسه مثبت میشه، به اضافه 4 ش هم مثبت میشه. بنابراین این معادله چی میشه؟ همواره دو جواب متمایز دارد. یعنی نیازی به این که آ رو تشخیص بدید چیه نیست. دومی رو داده x2 منهای x به اضافه a مساوی 0. اینجا هم a و b و c رو تشخیص میدید. a‌مون 1، b‌مون منفی 1، c‌مون a خود این معادله است. برای اینکه اشتباه نکنید میتونید اینو a پریم هم بذارید، فرقی نمیکنه. فکر نکنید حتما باید همون a باشه. a پریم بذارید که خودتون اشتباه نکنید. اینجا جایگذاری میکنم من هم به خاطر روی گل شما جای این a پریم میذارم، در میاد 1 منهای 4 a پریم میشه جواب دلتاش. این باید چی باشه؟ میتونه 0 یا منفی یا مثبت باشه، اما همواره جواب حقیقی نداره. فقط موقعی جواب حقیقی داره که 1 منهای 4 ای پریم بزرگتر یا مساوی 0 باشه. اگر 1 منهای 4 ای بزرگتر از 0 باشه، منفی 4 ای رو بزرگتر از منهای 1 نگه می‌دارم. دو طرف رو اول ضرب در یه منفی میکنم، در میاد 4 ای کوچکتر از 1، بعد تقسیم بر 4 میکنم، ای در میاد کوچکتر از 1 چهارم. معادله دو تا ریشه متمایز داره به ازای چی؟ ای های کوچکتر از 1 چهار، که اینجا من همون ای پریم گذاشته بودم همه اینا رو به خاطر شما. اگر 1 منهای 4 ای پریم مساوی 0 باشه، ای پریم در میاد 1 چهارم و معادله یک ریشه مضاعف داره که همون ریشه حقیقی، بازن نگران نباشید. و اگر 1 منهای 4 ای پریم کوچکتر از 0 باشه، ای پریم میشه بزرگتر از 1 چهارم و معادله ریشه حقیقی نداره. خب تمرین شماره 6 میگه نشان دهید در معادله درجه دوم این AX2 به اضافه BX به اضافه C مساوی 0، اگر A به اضافه C مساوی B باشد، یکی از ریشه های معادله برابر با منفی 1 و دیگری برابر با منفی CAM است. خب این نشان دهید یعنی ثابت کن. ثابت کنید یعنی اینکه یه راهی رو برید که بتونید بگید که منطقاً جواب‌های ما این و این هستن. ما چه راهی داشتیم برای حل معادله درجه دو؟ دلتا داشتیم دیگه. دلتا اگر ما بریم چه اتفاق میفته دوستان؟ اینجا به ما گفته که یه اگر داده، میگه اگر ای به اضافه سی مساوی بی باشه. خب بریم ببینیم چه ارتباطی بین ریشه هایی که با استفاده از دلتا به دست میاد و با استفاده از شرایطی که به ما داده به دست میاد، و میتونیم ریشه هایی رو مشروط به دست بیاریم که این ریشه های مشروط یکیشون منفی 1، یکیشون منفی CAM. دلتا رو که من تشکیل بدم میشه بی دو منهای 4 ای سی. جای بی میذارم ای به اضافه سی چون خودش داده. اگر من اینو ساده کنم در میاد ای دو به اضافه دو ای سی به اضافه سی دو منهای چهار ای سی، چهار ای سی منفی با دو ای سی مثبت ساده میشه، در میاد منفی دو ای سی، که این هم میشه اتحاد مربع دو جمله ای. یعنی ای منهای سی به توان دو. حالا میرم سراغ ریشه ها. ریشه ها مگه نبود ایکس مساوی منفی به مثبت و منفی رادیکال دلتا بر روی دو آ. خب بیمون شد ای به اضافه سی،
دلتامون هم شد ای منهای سی به توان دو جای گذاری میکنه، اینها مثبت و منفی، این منها در تک تک اینا ضرب میشه، یه بار با مثبت پرانتز میرم، یه بار با منفی پرانتز میرم. جواب ها چی به دست میاد بچه ها؟ یه بار در میاد منهای ای منهای سی به اضافه ای منهای سی بر روی دو آ که میشه منهای سی آ اوم ای. تونستم یکی از ریشه ها رو، چیزی که میخواست رو در بیارم. یه بار دیگه هم با منهای اون پرانتز میرم، منهای اون پرانتزی که برم منهای ای منهای سی منهای ای به اضافه سی بر روی دو ای میشه منهای دو ای بر روی دو ای میشه منهای یک. ای چه جالب، من تونستم نشون بدم، یعنی با روش دلتا و با استفاده از شرایط مسئله که داده بود به من، تونستم نشون بدم یکی از ریشه ها منفی یکه و یکی از ریشه ها منفی سه آم هستش. این نشان دهید روش اثبات من اینی بود که الان دیدید، تونستم نشون بدم این اتفاق میافته. اما مسئله شماره 7، با تعیین ریشه های معادله نشان دهید حاصل ضرب ریشه های معادله درجه دوم ax دو به اضافه bx به اضافه c مساوی 0 برابر با c آم است. یادتون باشه تک تک این مسائل میتونه توی کنکور مطرح بشه، یعنی خود مسئله شماره 6 به عنوان یک نکته تستیه، یعنی اگر A به اضافه C مساوی B بود اون شرایط برقراره، اون رو به عنوان یک نکته تستی میتونید به خاطر بسپرید یا مد نظرتون قرار بدید. اینجا هم میخواد بگه که حاصل ضرب ریشه های معادله درجه دوم برابر با CAM هست. خب ریشه های معادله درجه دوم میشد منفی به مثبت و منفی رادیکال دلتا بر روی دو آ. میام تک تک این ریشه ها رو در هم ضرب میکنم، چه اتفاقی میفته؟ یه بار مثبتش یه بار منفیش، اتحاد اتحاد مزدوج، منفی به توان دو به منهای رادیکال دلتا به توان دو، رادیکال دلتا به توان دو میشه خود دلتا، بنابراین میشه بی دو منهای رادیکال دلتا بر روی 4 آ دو. حالا جای دلتا مقدارش رو میذارم، جای دلتا که مقدارش رو میذارم به این ترتیب در میاد، میشه بی دو منهای 4 ای سی، مقدارش رو که گذاشتم در میاد 4 ای سی، ببینید این میشه 4 ای سی بر روی 4 ای دو، چهار با چهار ساده میشه ای دو، یه دونش با ای ساده میشه در میاد سی آم. بنابراین تونستم ثابت کنم حاصل ضرب ریشه های معادله درجه دو برابر با سی آم. بریم سراغ مسئله شماره 8. نشان دهید در هر معادله درجه دوم ایکس دو به اضافه به ایکس به اضافه سی مساوی صفر، اگر مجموع ضرایب معادله برابر با صفر بشه، یعنی ای به اضافه بی به اضافه سی مساوی صفر باشه، یکی از ریشه های معادله ایکس مساوی یک و دیگری سی آم هست. این هم باز یک نکته کنکوری میتونه باشه بچه ها. بریم برای اینکه اینم ثابت کنیم براتون، ای به اضافه بی به اضافه سی مساوی صفر، نتیجه‌ای که میتونم بگیرم اینه که بی رو نگه میدارم، ای و سی رو میبرم سمت راست، بی در میاد منفی ای منهای سی، خب دلتا رو تشکیل میدم، جای بی منهای ای منهای سی میذارم، به توان دو میرسونم، جواب در میاد ای دو به اضافه دو ای سی به اضافه سی دو منهای چهار ای سی، که اگر ساده کنم میشه اتحاد مربع دو جمله‌ای که میشه ای منهای سی به توان دو. خب جاگذاری میکنم کجا بچه ها؟ توی ریشه ها، تو معادله ریشه ها، توی فرمول ریشه ها. جواب به این ترتیب در میاد، ای به اضافه سی مثبت و منفی پرانتز ای منهای سی بر روی دو آ، یه بار با مثبتش میرم یه بار با منفیش میرم، جواب ها یکیش در میاد یک، چرا؟ چون سی با سی رفت، اینم که میشه دو آ بر روی دو آ میشه یک،
این یکی چی؟ A با A رفت، دو C بر روی دو A میشه C بر روی A. بنابراین تونستم این رو هم ثابت کنم. امیدوارم تا اینجا که روش های در واقع حل معادله درجه دوم رو دیدید و در پایان درس دوم تونستید به روش دلتا تسلط پیدا کنید، براتون لذت بخش و خیلی روان بوده باشه. امیدوارم در جلسات بعدی بتونم خیلی بهتر موارد دیگر رو براتون توضیح بدم و اینکه تا اینجا رو هم یادآوری میکنم و باز هم تاکید میکنم خیلی 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 بیشتر خودتون توی خونه و آموزشگاه تمرین بکنید و هی چرک نویس و پارک نویس کنید تا به تسلط بسیار بالایی در معادله درجه دو برسید. و شما رو به خدای بزرگ می سپارم و امیدوارم در تک تک لحظات زندگی پر از شادی و لبخند و خنده های از ته دل باشید. موفق باشید.